به نام خدا. امسال رتبه من تو درس اطفال رتبه 9 بود، در ترمیمی و پروتز رتبه 8 و در درس این دو رتبه 9 و ارتو 10 و پریود 12 و جراحی هم 14. برنامه من تقریبا به صورت جدی از اوایل تابستون شروع کردم به مطالعه و تقریبا 9-10 ماه به نظر برای نازمون نیاز هست ما مطالعه بکنیم. هرچی که جلوتر می رفت جدیت مطالعه من بیشتر می شد، ساعت مطالعه هم بیشتر می شد. من تا تقریبا آذر ماه، اوایل آذر ماه مشغول کارهای فارغ التحصیلی و پایان نامه هم بودم که به خاطر همین تو هفته های اول آزمون مجبور بودم که یه چند روز رو از دست می دادم، ساعت مطالعه هم کم می شد. ولی با گذشت زمان و هرچی که جلوتر می رفتیم این ساعتی که تلف می شد کمتر می شدش. به نظرم داوطلبین هم باید که سعی بکنم این اوقات رو با صبر و آرامش ادامه بدن و تا جایی که می توانم از وقتشون استفاده بکنم. دوران دانشجویی من شاگرد اول اکثر ترم ها بودم تو دانشکده و مهمترین عامل موفقیت جدا از حالا لطفی که خدا به من داشت حمایت‌های خانواده‌ام بود که خیلی به من کمک میکرد. واقعا بدون حمایت‌های خانواده‌ام محال بود که من بتونم این رتبه رو کسب بکنم. سر جلسه آزمون من اصلا استرس نداشتم. البته خب با شروع آزمون سوالا رو که دیدم یه نگاه فقط نگران زمان بودم، ولی در شروع خیلی استرس زیادی نداشتم و سعی کردم خودم مدیریت بکنم. اولین فرد مادرم بود، بقیه از خانواده‌ام هم خیلی کمکم کردن، دوستانی که داشتم، افراد موفقی که پارسال تونسته بودن رتبه‌های بسیار خوبی کسب بکنن. توصیه‌ای که من برای داوطلبان سال‌های آینده دارم اینه که حتماً و حتماً سعی بکنن که یک بار تصمیم بگیرن، وقتی تصمیمشون برای شرکت تو آزمون قطعی شد خیلی جدی پیش برن و سعی بکنن تا جایی که امکانش هست کارهای فردی رو کنار بذارن و فقط روی یک هدف و آزمونشون تمرکز بکنم. خدمات پارسه واقعا برام مفید بود. من از اولش که توی این آزمون خواستم شرکت کنم وقتی که پارسه رو ثبت نام کردم با اطمینان پیش رفتم و دیگه به هیچ در واقع منابع و چیزهای دیگه کاری نداشتم و خاطرم جمع بود به خاطر اینکه موفقیت داوطلبانه سال قبل بود.